سلام، سلام به شما عزیزان در جنوب، شمال، شرق و غرب ایران و در مناطق مرکزی ایران زمین، هر کجا که هستید تندرست باشید و شاد، و هر کجا که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید و درهای خانه های خود را به روی ما گشوده اید، در کنار شما هستیم، با شما هستیم در برنامه خود شما تفسیر خبر. جمشید چالنگی هستم. چون دیگر شماره های تفسیر خبر در این شماره از برنامه نیز میپردازیم به مهمترین اخبار مربوط به ایران، اخبار داخلی، منطقه‌ای و نیز در عرصه بین المللی. آنچه که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با سیاست خارجی حکومت ایران گفته است. آیت الله خامنه ای از نرمش قهرمانانه سخن میگوید. خبری، سخنی که از سوی ناظران عقب نشینی او از موضع قبلی جمهوری اسلامی در برابر غرب و در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی تعبیر شده است. همزمان اندکی پیشتر از آیت الله خامنه ای، آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی، در برابر پاسداران سخن از دخالت آنان، دخالت گسترده تر آنان در وضعیت اقتصادی کشور رانده است. در واقع آقای حسن روحانی از سپاه پاسداران خواسته است که نقش خود را در عرصه اقتصادی کشور، حتی در عرصه معیشت روزانه مردم، به عنوان یک وظیفه ملی مذهبی گسترده تر سازند. آقای روحانی از سپاه پاسداران تجلیل به عمل آورد، همچنان که آیت الله خامنه ای نیز چنین کرد. اما در آستانه جنگ ایران و عراق هیچ سخنی از ارتش ایران از سوی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری اسلامی، هیچ سخنی توسط آنان گفته نشد. بررسی میکنیم آنچرا که در عرصه سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران میگذرد، در گفتگو با آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار در لندن، و آقای اردوان روزبه، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش اومدید آقای محمد. عرض ادب دارم جناب چالنگی، خدمت شما آقای روزبه و شنوندگان و بینندگان، به ویژه هموطنانمون در ایران. من به نمایندگی از بینندگانمون از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم. با غم اندوهی که داشتید در از دست دادن خواهر در ایران، و اکنون هم غم و اندوهی که به خاطر داشتن عزیزی در بیمارستان دوچارش هستید، اما به احترام بینندگان در برنامه شرکت میکنید. ما محبت دارید. همه ما آرزوی شفای بیمار شما رو داریم. مطمئنم بینندگان در این آرزو با من سهیم هستن. ممنون از لطفتون آقای محمدی عزیز. آقای خامنه‌ای، البته خب بی مناسبت هم نیست، مسابقات کشتی در مجارستان در جریان تا این لحظه. من فکر کنم ایران دو مدال طلا آورده، طلا رو گرفته. بله، تا لحظه امروز اشاره کردم به نرمش قهرمانانه، یعنی اینی که در ارتباط با غرب یادآوری کردن، چند پیش اینو گفته بودن، چندین سال پیش اشاره کردن کشتیگیرهای فنی گاهی وقتا همچی حمله نمی کنن و و از این صحبت ها. مقدمات همون جام زهره چیه قضیه؟ ببینید، خب مسئله این بود که خب از مدت ها پیش میگفتن که به هر حال نظام جمهوری اسلامی وقتی که مجبور بشه بالاخره عقب نشینی خواهد کرد، و آقای خامنه ای هم جام زهره دوم را خواهد نوشید. اما من باور نمی کنم الان این اون مرحله باشه.
آقای خامنه ای در این گفتگو گفته استش که من مخالف دیپلماسی نیستم، ولی ما باید نرمش قهرمانانه کنیم. حالا از جهت این که ما نرمش کنیم و مثالم میزند مانند کشتیگیرها که نرمش میکنن و به حریف غلبه میکنن، یعنی که ما باید غلبه کنیم. خیلی هم آشکار بود که اگر آقای خامنه ای بخواهد جام زهری بنوشد، توسط گروهی مانند گروه آقای روحانی این کار رو خواهد کرد و این عقب نشینی مزفرانه رو در واقع در دوران ایشون انجام خواهد داد. ولی الان نمیشود گفتش که ایشون عقب نشینی کرده. ببینید وقتی حرف میزنن، ایشون حدود یک سال و نیم پیش بود در تبریز، گفتن من دیپلمات نیستم، سیاستمدار نیستم، من انقلابی هستم. و هر حال برای اونایی که در ایران کسانی هستن که به اون وجهه انقلابی ایشون خیلی توجه دارن، از جمله یارانشون در گروه اصولگرا و غیره، این مسئله مهمی است. پاسخ دادن به مردم خودش مسئله مهمی است که خب یعنی چی حالا عقب نشینی میخواهید بکنید؟ اما نشانه ای در این زمینه نیست. در همین زمان هم آقای روحانی میگوید ما باید رویاروی بشویم با قدرت های جهانی در میدان بازتر، در یک کوچه تنگ نباشه که ما گیر بیفتیم. همه اینها بحثشون این استش که ما مزفرانه در واقع عقب نشینی بکنیم. اما به اعتقاد من هنوز به اون مرحله نرسیده است و به عکس اون که آقای علایالدین بروجردی میگوید، ما موقعی میتوانیم 20% غنیسازی اورانیوم رو، تولید غنیسازی اورانیوم در سطح 20% رو متوقف بکنیم که تحریم ها لغو بشود، لغو شدن تحریم ها طولانی خواهد بود. و البته نظام جمهوری اسلامی در فشار هست از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی به خصوص، به واسطه اینکه این میتواند طغیان اجتماعی در پی داشته باشد. از اون طرف موضعش در سوریه و اینها هم تضعیف شده. بنابراین اگر چطور تضعیف شده؟ خیلی معتقدن نه، بسیار هم قوی شده با این سیاستی که اوباما پیش گرفته. بله ببینید، حالا سوریه رو میشود جداگانه صحبت کرد، بله، ولی به طور کلی در حال حاضر این جنگی که میخواست راه بیفته، حالا راه نیفتاده، عقب افتاده. جنگیست در واقع اون جنگ سردی که همواره وجود داشت بین روسیه و آمریکا و ایران و آمریکا از طرف دیگر، این داره واقع داره به جنگ گرم تبدیل میشه. و جمهوری اسلامی میداند که وقتی آمریکا بیاد به سوریه، بساط اون حکومت نهایتاً برچیده میشه. برمیگردیم به سوریه، اما این نرمش قهرمانانه رو حالا عرض میکنم، میخواهد چنین کاری بکند که حالا ما پیروز هم بشوید، برای اینکه در همه جاها احساس ضعف میکنه، هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی، که حالا بیاییم گفتگویی بکنیم. اما این گفتگوها چگونه میتواند به نتیجه برسد؟ بارها شرایط رو اعلام کردند، از جمله در استانبول در سال 90 و باز در قرقیزستان، قزاقستان معذرت میخوام، گفتگوهایی که وجود داشت. و شرط 5+1 کشورهای غربی و 5+1 این بود که ذخیره اورانیوم 20% رو از ایران خارج بکنن، نیروگاه فوردو رو متوقف بکنن، تولید 20% رو هم متوقف بکنن و ایران نپذیرفت. الان هم هیچ دلیلی به نظر من وجود نداره که ایران به راحتی بتواند این شرایط رو بپذیر. من نروش قهرمانانه رو واقعا به طور روشن و شفاف مفهومش به ذهنم نمیشه. خب مفهومش این است که ما الان بیایم نرمش بکنیم، الان داریم نرمش نشون داد ستده در واقع دیپلماتیک بکنیم، نامه مینویسیم، نامه میگیریم، اونا گفتن صحبت میکنیم، ما هم گفتیم صحبت میکنیم، نرمش میکنیم که قوی بشیم و بریم حریف رو در واقع پشتش رو به خاک بمالیم. خیلی ساده ایشون دارن صحبتش میکنن، جوری هم حرف زدن که خب ما اگر هم شکست بخوریم قهرمانانه شکست خوردیم. من این نمونه نرمش قهرمانانه شاید تصدیق کنه، این نیست واقعا تایید نکنه. بله. در شهر ما مسجد سلیمان تیم های مختلفی بود، شاهین، تاج، پاس و دارایی، تیم های همه تیم ها بودن، امید جوانان بود مال بی بیان یادم نیست، ولی آره
این تیم دپاس یک مربی داشت آقای قویدل، هر جا هست تندرست باشه، شاد باشه، سلامت باشه. با تیم شاهین مسابقه دادن، 8-1 باختن. 8-1 شاهین مسجد سلیمان. خراجی، اخباری، افلاکی بازیکنان این بر بودن، اون طرف هم قریشی و بقیه بازیکنان درجه یک. اون آقای خراجی بعدها رفت تو تیم خوزستان، به تیم ملی هم حدوداش رسید، یعنی جزء نیمکت ذخیره. عرض کنم خدمتون به این، خب این 8-1 رو یک مرتبه وقتی باختن شروع کرد شعار دادن و با صدای بلند قویده، آقای قویده که 8-1 هشتا زورکی. این همون نرمش قهرمانانه نیست؟ شما ماشاءالله جامعه الاطراف هستید. نه اختیار به آقای قویده در ورزش و در همه چیز. نه تماشاچی خوبی بودیم. حضورتون عرض کنم همونه، همون کاریست که اون مربی به کار برده، در واقع عقب نشینی مظفرانه است. اگر هم موقعی بود که وقتی شکست می‌خوردن می‌گفتن سپاه ظفرنمون، چه زخمی بهش وارد شده و عقب نشینی مظفرانه کرده، با پیروزی عقب نشینی کرده. خب معلومه اگر بخوان جمهوری اسلامی هم بخواد عقب نشینی کنه، یک چنین ادعایی خواهد کرد که پشت همه دنیا رو به خاک مالیدیم و عقب نشینی کردیم. مثل فتلیشا نیست در جنگ با روس که چه بود اون شعر که میخون که شمشیر مینایی بله که دود از پت برخیزد. به اتفاق شما میریم به واشنگتن، سلام میگیم به آقای اردوان روزبه گرامی. سلام به شما میگم و امیدوارم مهمانتون جناب آقای محمدی بهبود نزدیکانشون رو بشنویم، خبرش رو زودتر و به حال سختی های دوری ها خودش به کنار و این مشکلات هم واقعا فزاینده است، هرچه آدم از وطن دورتر هستش واقعا این مسائل خیلی به نظر من تحملی سختتر میشه. من شما برنامه تون هستم. آقای روزبه بفهمید اون چی که رهبری جمهوری اسلامی گفته، نرمش قهرمانانه موافق هستم. در واقع به سوی خیلی از مفسرین چه ایرانی چه غیر ایرانی تعبیر شده چراغ سبزی برای عقب نشینی از آنچه که لجاجت اتمی تهران خونده شده. بله من فکر میکنم کاملا منطقی است. اول از اینکه من معتقد هستم که اجازه بفرمایید اینجوری به مسئله نگاه کنیم که بیان این موضوع به این ترتیب، واقعیتش اینه که بخشیش خب مصرف داخلی داره. شما اگر در داخل بیاید بگید آقا من عقب نشینی کردم، پس جواب یه دیگه رو باید چگونه بدید؟ در بیرون هم اگر شما از موضع ضعف وارد این بازی بشید بازنده هستید. به نظر میرسه که اگر به خاطر داشته باشید در چند برنامه قبلتر من از دوستان، از محضر دوستان اجازه رو گرفتم و این پیشنهاد و این تحلیل رو در واقع دادم که احتمالا ما قدم‌های بعدی رو از ناحیه رهبر جمهوری اسلامی خواهیم دید و این به نوعی احساس میکنم در تایید همون چیزی بود که من تصور میکردم. رهبر جمهوری اسلامی وقتی که وارد بازی سیاست تازه در داخل، یعنی انتخاب پذیرش انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور شد، من فکر میکنم که خیلی از مسائل دیگر رو هم در یک برنامه‌ریزی و یک پلند بلند مدت دیده بود، از جمله همین حرکت و همین روی کرد. اشاره خیلی روشن و ساده است. ایشون میگه من مخالف دیپلماسی نیستم. این حرفی است که شاید در دوره آقای احمدی نژاد گفتنش هم حتی سخت بود. شاید این خودخواسته و خودساخته فردی در جایی در سمت ریاست جمهوری، یعنی قوه مجریه قرار گرفته بود که به هیچ نوعی جذابیتی برای ارتباط با خارج از کشور نداشت و این انتخاب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی. امروز با این تغییر رویکرد قدم‌ها داره برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی چاره میشه با دیپلماسی بین‌المللی و ارتباط با دیگر کشورها در سر میز مذاکره مخالف هست. حالا آیا واقعیت اینه که به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد شخص مناسبی نبود الان آقای روحانی آدم مناسبیه به این خاطر، یا به خاطر اینه که تنگناهای اقتصادی، واقعیت‌های اقتصادی، مشکلاتی که ناشی از تحریم بوده دامنگیر جمهوری اسلامی شده، مردم همه گرفتار شدن و به هر حال درآمدهای نفتی ایران به زیر 1,000,000 بشکه در روز یعنی سقوط کرده، آیا اینا مؤثر بوده یا اینکه نه قیافه و جنات آقای احمدی نژاد چندان برای با گفتگو با غرب خوب نبوده، آقای خامنه‌ای بنابراین موافق نبودن، همون آقای خامنه‌ای که برای حمایت از آقای احمدی نژاد دستور با کشتار مخالفینش هم موافقت کرد.
آقای چلنگ عزیز، این تصور ساده‌انگارانه است که ما فکر بکنیم مسئله ترکیب ظاهری یا ترکیب فیزیکی یا ترکیب اخلاقی یک فرد بوده. موضوع یک انتخاب غلط بوده و این نه نه نه، این فرمایش شما اینو میفرمایید که من آقای احمدی نژاد فرد مناسبی نبوده، الان ایشون فرد مناسبی است، بنابراین آقای خامنه‌ای هم موافق هستند. این مفهومش تغییر روی کرد در جمهوری اسلامی. فرد مناسب زمانی انتخاب میشه، هر کسی در دوره خودش لابد بنا به تشخیص مناسب بوده دیگه. در دوره که احمدی نژاد انتخاب شده، مناسبت انتخاب این آدم نوع تفکر در حاکمیت و بدنه اصلی حاکمیت بوده که منتهی شده به انتخاب فردی به نام محمود احمدی نژاد. پر واضح است که در اون دوره نظام جمهوری اسلامی هنوز بر این باور نرسیده بوده که این فشارها، این تحریم‌ها و این مشکلات میتونه براش اینقدر فزاینده باشه و اینقدر مشکل باشه که نتونه ادامه حاکمیت در اون کشور تضمین شده باشه. من فکر میکنم که انتخاب آقای احمدی نژاد، اگرچه که انتخاب نادرست از طرف رهبر ایران بوده، اما اگرچه که هزینه های بسیار سنگینی هم برای مردم ایران ایجاد کرد، اما به نظر من این اتفاق در نهایت رخدادی است که جنبه دیگری هم داره، یعنی جنبه مثبتی داره، و اون جنبه مثبت روشن شدن ابعاد بسیاری از اتفاقات، اختلافات و مسائل در داخل اون نظام. و ابعاد از یه جایی حرفتون شنیدن شد، روشن شدن امتیازی که از خواهش میکنم، به نظر میرسه که از جایی هم علاوه بر اینکه حالا به هر حال این تبعات بسیار منفی و سنگینی انتخاب آقای محمود احمدی نژاد برای مردم و خود حاکمیت حتی داشته، به نظر میرسه سمت دومی هم برای ما داره و اونم اینم نکته ایست که ما میتونیم بگیم که میتونیم به فال نیک بگیریم، و اونم این استش که آقای احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری است که در دوره‌ای که در داخل خود نظام چنان شکافی رو ایجاد میکنه، به نام به خاطر نوع تفکرش، نوع رفتارش، نوع منشش و خیلی از اتفاقات دیگه، که ما برای اولین بار به یک روشنگری و روشنبینی در داخل نظام میرسیم. یعنی خب این قیمتایی که برای این داده، اول برگردیم به حرف اول، این تغییر روی کرد، پس شما هم حرف شما هم این هستش که این تغییر روی کرد ناشی از واقعیتایی هستش که حالا ناشی از تحریم هاست، ناشی از مسائل پیامد. مجموعه ای آقای چالنگی، به نظر من مجموعه از اتفاقات دست به دست هم داد در بعد از 88 به این طرف که به این باور حاکمیت در درون خودش هم برسه که اگر بقایی برای خودش قائله، مجبور روش های خودش رو عوض بکنه. و من بر این باورم که حاکمیت به این رسیده، نفس انتخاب آقای روحانی، نفس تغییرات، نفس حتی نفس ورود افرادی مثل وزیر امور خارجه، سخنگوی امور خارجه، نمیدونم در فیسبوک چه و چه، که حالا میبینیم مثلا دیروز یک مدت کوتاهی حتی فیسبوک فیلتر میشه و البته خب امروز اعلام میکنن که اشتباه شده بوده، ولی بر اساس این میخوام بگم تمام این مجموعه چیزی است که داره در داخل خود نظام اتفاق میفته. خب این باور رسیده که اگر ادامه حیات رو بخواهد، مجبور است در میز مذاکره یا به قول رهبر ایران در جریان دیپلماسی تخلفی ایجاد نکنه و به نوعی نرمش قائل بشه، و این رو با یک پیام خیلی رسمی قهرمانانه چی هست؟ فقط مختصر بفرمایید قهرمانانش اجازه بفرمایید به اینکه بذاریم به حساب مصرف داخلی. شما اگر به هر حال میرید و یک مسابقه هم شکست میکنید، قهرمانان مبارزه کردید دیگه. اگر بگید ما رفتیم و قهرمانان مبارزه نکردیم، که دیگه حرفی برای گفتن نداره. 30 و خورده اندی سال گذشته پشتش تبعات بسیار بزرگی برای مردم، برای جامعه داخل، برای بیرون هم داشته، و امروز ما بیایم بگیم خب ما نرمش شکست خورد. برای مصرف داخلی میفرمایید، آیا واقعا ایران در یک مسابقه شرکت کرده بود آقای محمدی؟ در یک آیا دونستن اختلاف، بروز اختلافی که احمدی نژاد ایجاد کرد به سود مردم ایران، چه فوایدی نصیب مردم ایران شد روی سفره مردم ایران؟ نه فواید، این اختلاف آیا هنوز پابرجا هست؟ بیشتر باید گفت که چه ضررهایی ایجاد شد، فواید که اصلا ایجاد نشده. البته جای واقعا جای خوشحالیه که جناب روزبه گفتن که چندی پیش پیشبینی کردن که عقب نشینی خواهد کرد، ولی بنده عرض هنوز هم بر این باورم که به این حرف ها و قول های جمهوری اسلامی نمی شود اعتماد کرد. اشاره کردید که آیا در این دوره جدید مثلا آقای احمدی نژاد حالا اشکالی داشت که می شد باش؟ که نه، ببینید اصلا از دوره آقای احمدی نژاد این مشکلات پیش آمد. تمام 4 قطعنامه ای که شورای امنیت صادر کرد در دوره آقای احمدی نژاد بود. قبل از او در سال 2003 آمدن تعلیق غنی سازی اورانیوم و داوطلبانه انجام دادن، که البته آقای روحانی بعداً در مصاحبه های تلویزیون و مناظره ها گفتن ما تازه کلک زدیم. در همون دوره‌ای که
متوقف کرده بودیم کار رو جلو بردیم. در سال 2005 قبل از اینکه آقای احمدی نژاد بر سر کار بیاد دوباره لاکومورا رو برداشتن شروع کردن و با اون شعارهایی که آقای احمدی نژاد میداد بالاخره کار رسید به این تحریم ها. این تحریم ها تحریم هایی است که خودشون به وجود آوردن. آقای علایالدین بروجردی میگوید ما به شرطی، ببینید چقدر جالبه، ما به شرطی غنیسازی اورانیوم در سطح 20% رو کنار میذاریم که شما تحریم ها رو لغو بکنید. خب این تحریم ها که وجود نداشت، خب برای چی شروع کردید که حالا بعد از اینکه مردم این همه سختی کشیدند تازه بگید حالا ما متوقف میکنیم شما تحریم ها رو تو رو خدا لغو کنید؟ و تازه تحریم ها رو لغو کردن هم که به این آسونی نیست. بخشی ولی شروع شده، یعنی کشتیرانی ایران، ببینید اون یکی هم صحبت بریتیش پترولیوم هست. درسته صحبت بریتیش پترولیوم هست، تحریم ها. بریتیش پترولیوم میگوید ما رو از تحریم ها بیرون بیارید، کشتیرانی را آورده اتحادیه اروپا بیرون آورده دادگستری اروپا، اینا همه درست، ولی اینا فریاده، هنوز خیلی کار داره تا به این که به اون حالت قبل از تحریم ها برسه. به خصوص تحریم های دو جانبه ای که کردن، تحریم های مستقلی که فارغ از تحریم های شورای امنیت کردن. حالا میگوین ما آقا بیاید تو رو خدا لغو تحریم ها رو لغو کنی تا ما 20% رو متوقف کنیم. خب حالا یه نکته کردن این کارو آقای محمد، یه نکته ای هست، شما بنده بسیار از بینندگان عزیز ما آقای روزبه عزیز میدونیم ببینید این چشم بستن غرب بر خیلی مسائل درست، همین الان در مورد سوریه مسئله صورت مسئله اصلا به کلی عمد شد، خلع سلاح شیمیایی سوریه، این حالا میرسیم تا جب اون بحث میکنیم. ببینید اگر مذاکرات به یه نتیجه برسه، حکومت ایران بتونه غرب رو قانع بکنه که بله واقعا خلوص نیت داره، میخواد اتمی رو بذاره کنار، به گفته شما نمیخواد این کار بکنه. بله خیلی دیگه هم این رو میگن، حتی من اینجا دارم مشاور تحلیلگر درجه یک ارشد سابق در CIA آقای کنت پولاک. بله ایشون یک مصاحبه داره، در مصاحبهش رسما گفته که به هیچ وجه ایرانیان خواستار این نیستن که کنار بگذارن، برنامه اتمیشون رو در برابر ما کنار بذارن. این حرف ایشونه و خیلی ها این نظر شما رو دارن، از جمله این آقای کنت پولاک. درست عرض کنم خدمتتون، ولی اگه بتونه قانع کنه تا بیان درسته چیز مسیر اداری تحریم ها رو قانونا لغو کنن، چه کنن چه کنن، خب کمپانی ها شروع میکنن معاملاتی رو که انجام دادن، غرب هم طبق معمول همون زمان اول تحریم ها چشمشو خواهد بست، نخواهد کرد؟ نه خیر، به این چطور؟ بنده فکر کنم به این صورت نیست. ببینین چه در سوریه که ظاهرن الان این هستش که خب حالا به حدی قانع شدن که این مسئله شیمیایی حل بشه، ولی این تازه ابتدای کاره. به محض اینکه به اونجا وارد بشن و این مرحله رو جلو ببرن که طولانی خواهد بود، تازه دست غرب است که در اونجا باز خواهد شد. چه اشکالی داره که بعد از اینکه مسائل شیمیایی از بین بردن، خطر شیمیایی رو از بین بردند، اون حمله رو انجام بدن؟ این هم یه بخشی از جنگه. اما بیان در مورد ایران شما حساب بکنید، اگر در مورد مسئله هسته‌ای عقب نشینی بکنه به اینجا خاتمه پیدا نمی‌کنه. دست سیاسی اون موقع دستشون از نظر سیاسی خالی خواهد شد. تنها حربه‌ای که الان دارن، برای همینم هم بنده عرض میکنم بعید میبینم که به این زودی ها دست بردارن، تنها حربه‌ای که دارن همین مسئله هسته‌ای است. عراق رو دارن آقای محمدی، عراق رو در دست داره، جمهوری اسلامی نداره. بله سوریه رو همین الان در دست داره، برقی در دست داره. بله حزب الله رو در دست داره، اینا کارتاییه که حکومت ایران در دست داره، اینا رو داره و داره ضعیف میشه. رسما تحویل آقای نوری مالکی درست فرمان برای تهران همین الان، همین الان اون موقعیت در سوریه داره تضعیف میشه. شما صحنه دو ماه سه ماه دیگه رو ببینید، اگر همین بازرسان بروند بخواهند تمام این سلاح‌های شیمیایی تحویل بگیرن و غیره، بعد ببینیم که دست جمهوری اسلامی ضعیف خواهد شد. حتی نشانه های زیادی هستش که خودشون الان از حمایت سوریه دارن دست میکشن. گفته آقای رفسنجانی یک مدل، گفته آقای روحانی یک مدل، چه بسا که دارن. حالا این مسئله اتفاقا وقتی که در اینجا کوتابیان، مسئله حمایت از گروه های تروریستی مطرح هست، مسئله حمایت از حزب الله و حماس و جهاد اسلامی مطرح هست. البته حقوق بشر همیشه در آخرین رده بوده،
همیشه در آخرین رده بوده، برای اینکه اهمیت چندانی از نظر اونها نداره از نظر بینال. ببینید جناب چلنگی، من یک نکته رو اگه اشاره اجازه بدید اختیار دارید، اجازه ما دست. ببینید الان در مورد سوریه چسبیدن به مسئله شیمیایی، با این سلاح شیمیایی چند نفر کشته شدن؟ 1400 نفر که جان هر تک تکشون ارزشمنده، اما در مقایسه با 100,000 نفر چیزی نیست. چرا تا اون 100,000 نفری که کشته شدند هیچ واکنشی نشان داده نشد؟ آیا فقط باید تصور بکنیم که به واسطه سلاح شیمیایی دارن این کارو میکنن یا نه؟ میخواهند اول توانایی شیمیایی رو از بین ببرن که هم از دست دولت سوریه در بیاد بیرون، هم احیانا به دست گروه های تندروی مانند القاعده نیفته و بعد برن دنبال مسائل بعدی سوریه. ولی با هم میریم، یعنی لاوروف و از کنم جان کری بله. بله. ما یه همچی چیزی امضا گذاشتن بله. چه اشکالی وسط یه روسیه هم هست. بله درسته، اون روسیه که خب جنگ با آمریکا داره، جنگ سرد رو داره و حالا بعید است که به اعتقاد من به جنگ گرم تبدیل بشه بین سوریه و روسیه و آمریکا. نه اون که قطعا نخواهد شد، اون که در زمان شوروی هم اون موقع هم نشد، اوایل جنگ سردی است به هر حال. به هر حال الان در صحنه نظام جمهوری اسلامی داره در هر در طرف ضعف حرکت میکنه. به این نکته میرسه، من خاطره دیگه میگم قبل از اینکه آقای روزبه نظرش که راجب اون چی که آقای محمدی گفتن به ما خواهید گفت چرا مخالف هستید. آقای روزبه عزیز، شما اول خاطره رو میفرمین یا بعد من مخالفت هم بگم؟ نه خیلی بفرمین نظرتونه، اون چی رو که آقای محمدی گفتن اعتماد نمیشه کرد جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو واقعا واگذار بکنه، درسته آقای محمدی؟ بله. بله این اعتماد نیست و به هر حال مشکلات همچنان به نحوی ادامه پیدا خواهد کرد. بفرمین. خواهش میکنم. من فکر میکنم که قصدم اصلا مخالفت با نظرهای محمدی نیست و در بخش عمده کاملا با نظرشون موافق هستم، منتها من یک چند نکته رو در کنار این قضیه میخوام ببینم، از جمله ابزارهای فشاری که در طول این سالها به مرور حجم فشارشون هم افزایش پیدا کرده و تقریبا هر کسی در هر کسفتی که در جمهوری اسلامی نشسته باشه و اگر اندک عقلی هم در سرش داشته باشه به این نتیجه خواهد رسید که افزایش این حجم فشارها نه تنها تضمین کننده بقای حاکمیت در جمهوری اسلامی نیست، بلکه باعث از بین رفتن حاکمیت خواهد شد. لذا من میخوام بگم که در این بخش معتقدم که خیر، من فکر میکنم که اینها نشانه های بدی نیست از جهت اینکه تغییری داره در حاکمیت انجام میشه. ساده ترین حالتش این هستش که اگر واقعا پشت این تغییر نبود چرا اصلا نیازی بود به همچین چیزی؟ اگر آقای رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای قصد به نوعی نرمش نداشت، حالا چه قهرمانانه چه غیر قهرمانه، اساسا چه تعبیری داشت؟ مگر 6 ماه پیششون مسئله‌ای داشت با قضیه نرمش؟ خب الان هم اگه نداشت طرحش نیازی نداشت. اگر امروز بحثی در ارتباط با سوریه مطرح میشه از ناحیه آیت الله هاشمی در ارتباط با موضع ایران که آقا به هر حال سوریه استفاده کرده، دولت سوریه که البته من معتقدم اگرچه دولت سوریه استفاده کرده قطعا نیروهای مخالف هم استفاده کردن که گزارش های مختلفی در این مورد وجود داره، از جمله اینکه که گزارش من داشتم میخوندم که در ماه می از گاز سارین استفاده کردن و مشابه این قضیه، خب پس این نشون میده که یک تغییری داره ایجاد میشه، وگرنه اساسا چه احتیاجی؟ اگر ما فکر کنیم در موضع سابق مستحکم ایستادن، چرا طرح موضوع تازه؟ فقط در یک شرایط میتونیم فکر بکنیم که دلایل مختلف به این نتیجه رسیدن که حالا باید بر سر این میز دیپلماتیک، مذاکرات دیپلماتیک قرار بگیرن، موزه هاشون رو شفافتر بکنن، حضور رو روشنتر بکنن. البته من یه اعتقاد خیلی مهم دارم، ببینید بیاید خودتون رو بذارید جای کسانی که اون طرف میز و در ایران نشستن، در جمهوری اسلامی در مجموعه حاکمیت نشستن. حالا ما لزومی نمیبینیم ما خودمون، چون نشستن اون ور میز در حاکمیت در تهران خیلی مسیرها رو باید رفت که اتفاقا اینجاست که می‌بینیم در مثال مناقشه هست و یک مثال بهتر بزنید. بفرمایید. حالا فرض بر این بگذارید که کسی در سر آن میز نشسته باشد و شما می‌خواید تصور بکنید که نگاه ایشون رو می‌خواید ببینید. موضوع بر سر این هستش که اگر قرار باشه شما بر سر این میز مذاکره و دیپلماسی بشینید، آیا از موضع ضعف وارد می‌شید یا از موضع قدرت؟ طبیعی است که شما سعی میکنید با بیشترین برگ برنده وارد بازی بشید. طبیعی است که شما سعی میکنید بیشترین ابزارها رو به کار بگیرید. خب ببینید بله طبیعی هستش. ببینید خیلی معذرت میخوام حرفتون قطع میکنم،
این میز مذاکراتی که شما اشاره میکنی یک بار دیگه جمهوری اسلامی ایران نمایندگانش بر سر این میز مذاکرات نشستن. البته شباهتی الان با غرب نداره، با عراق. آقای طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق همون موقع الان که در جای زندان یا هرچه، و همین آقای علی اکبر ولایتی به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نشستن در پای میز مذاکرات با میانجیگری هایی که به هر حال شده بود، قطعنامه رو پذیرفتن بعد از خوردن جام زهر. هیچ و طبیعی هم هست که مثلا تلاش بکنن که بله، حرف شما نه تنها در مورد ایران همه جا صادق است، منتها واقعیت درون بعد از اون میز جایی که آقای ولایتی نشسته بود جای قدرتمندی ننشسته بود. یعنی حتی وقتی که آقای طارق عزیز سیگار برگش رو روشن کرد در مذاکرات برخلاف تمام اصول و دود این سیگار رو در صورت آقای ولایتی فوت کرد، به هر حال کار سمبولیکی کرد و کار زشتی بود. هر چقدر خود آقای ولایتی اونجا ایران برنده نبود متاسفانه. یعنی درسته فرمایش شما، بس بر سر اینه الان آیا این مذاکراتی که اگر قرار انجام بشه آیا میشه، حرف آقای محمدی اینه، میشه به جمهوری اسلامی اعتماد کرد یا حرف آقای محمدی و آقای کنت پولاک رو قبول کرد که نخه هیچ نوع اعتمادی نمیشه کرد، این تصور باطلیست، حرف ایشون تصور غیر واقعیست که ایرانی ها اجازه بدن به ما فرصت بدن که برنامه اتمیشون رو خراب نابود کنیم، آنچه که در مورد لیبی انجام دادن یا عراق. آقای شارنگی، من مصرانه معتقد هستم که ایران با یک جور تغییر رویکرد در مواضع داره وارد این بحث میشه. اعتقاد دارم دارن سعیشون رو میکنن بیشترین امتیاز رو بگیرن و با بالاترین امتیاز ممکن وارد این بحث ها بشن، اما من این سوال رو خیلی سفید و سیاه میدونم که آیا میشود به جمهوری اسلامی اعتماد کرد یا خیر. من میگم که هم بله هم خیر، به جهت اینکه رفتارها و کنشها نشان دهنده تغییرات هستن. اگر وقتی که موازی داره تغییر میکنه، امروز رهبر جمهوری اسلامی بعد از سال دوباره داره بحث مسئله فتواش مطرح میکنه که آقا استفاده سلاح هستی حرامه در جمهوری اسلامی، چون حکومت دینی است، پس تعبیر بر این هستش که حرام است. حالا بسیاری از تحلیلگرا میگن آقا این اصلا این معنی نداره، همچین تعبیری که معنی داره، به جهت اینکه وقتی این آدم داره بسیاری از صحبت‌ها رو میکنه که هزینه های سنگینی هم حتی در جبهه خودش داره، به هر حال گروهی از طرفداران ایشون، گروهی از طرفداران جهاد استشهادی، حمله نمیدونم انتحاری و اینجور کارا هستن، آدمایی که تا ته خط رو حاضرن ببینن. بعد رهبرشون امروز داره میگه که آقا ما باید نرمش به خرج بدیم. رهبرشون امروز میگه که آقا ما باید به هر حال بدانیم که سلاح استفاده سلاح اتمی حرامه. رهبرشون امروز داره میاد میگه که سپاه آقا در کارهای سیاسی دخالت نکنند. ببینید این حرفی که در... سالها زدن راجع به سپاه میرسیم حتما. پس بنابراین شما معتقد هستید که، یعنی معتقد بر اساس نشانه که تغییرات موازی هست، تغییرات روشی ممکنه باشه در آینده در مورد برنامه اتمی ایران، با اشراف به صحبت‌های قبلیتون، از سر واقعیت ها هست که تحمیج یا دیکته کرده به حکومت ایران که مسیرش رو تغییر بده. این به هر روی شرایط موجود باعث این شده است که ایران با نگاهی که حتی چند ماه پیش داشته روشش و منشش این رو در عمل میشه. شما در این زمین صحبتی دارید آقای محمدی؟ اجازه بدین آقای محمدی؟ ببینید حرف درسته، اصلا تردیدی نداریم. یعنی وقتی الان دارن بحث میکنن با یک رویکرد دیگری با مسئله روبرو میشن، از سر ضعف هست که آمدن بر سر میز مذاکره بنشینن. حالا دارن میگن حالا اجازه بدین، از سر ضعف که آمده نشستن. من بحثم این هستش که در عمل این به جایی نخواهد رسید. چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی دست ضعیف‌تر هست، غرب هم موقع رو مناسب میبینه که بقیه حساباش هم اینجا تصفیه بکنه، به مسئله اتمی ختم میشه. مسئله اتمی رو وقتی حل بکنه، البته به اونجا که بیان نمیدونم تمام نیروگاه های اتمی رو ببندن تعطیل کنن که به اعتقاد من نخواهد رسید، تازه وقتی به اونجا برسه اول ضعفه. این رو جمهوری اسلامی هم میداند،
برای همینم هم میگم آقای خامنه ای درست است که یک روبچر تازه آمده، اصلا آمدن آقای حسن روحانی به جای آقای احمدی نژاد و اون تیم اصولگرایان چه بسا همین هستش که نرمش به خرج بدن، ولی جهان یک بار در زمان آقای خاتمی آمدن تنش زدایی کردن با کشورهای منطقه با اروپا ولی متوفق نشد، مسئله اتمی رو خواستن حل بکنن حل کردن باز موفق نشد. ده. این استش که درسته آقای روحانی میگوید ما باید بر موضع برابر با احترام متقابل، آمریکا هم همینه میگه، بنشینیم، ولی هر کسی میداند که وقتی این دو قدرت الان روی میز بنشینند کدوم طرف دست ضعیف‌تر رو داره کدوم طرف دست قوی‌تر. این نرمش قهرمانانه خب اصطلاحی ایشون استفاده کردن. آیا باز من یه خاطره میگم اگر تایید میکنید، یعنی بینی و بین الله مشغول زمه هستین اگه موافق نیستین تایید نکنید، ما در نمره یک مسجد سلیمان فوتبال بازی میکردیم، محله‌ای که بودیم نمره یک بغل اولین چاه نفت خاورمیانه، نمره یک دیگه. یکی از بچه‌هایی که بود که بسیار ناتو بود، نازنینی هم بود، هرچه از خداوند حفظش کنه، سالمان تندرست، بسیار اذیت میکرد. اگر در بازی نبود توپ فوتبال رو که با مکافاتی ما تهیه کرده بودیم ور میداشت میبرد تو خونهشون، گاهی وقتا تو این آشپزخونه گاز بود، گازهای شرکت نفت مینداخت اونجا، یا پاره میکرد توپ و پت میگرد این کار. یک روز بچه ها تصمیم گرفتن برن اینو کتک بزنن، کار خوبی نبود ولی رفتن این کار کردن، در خونهشون گرفتن ایشونو و کتک زدن آقای محمدی، خیلی بد و هم اندازه ای که بچه های ده دوازده ساله دو که دیگه همه ما رو خیلی اذیت می‌کنه، روز جمعه ما رو حروم میکنه بدون توپ فوتبال فلان فلان. این چی بوده که شما رو عاجز کرده؟ من کاری نبوده، ما چیزی من کتک کاری هم نبوده. به هر حال کتک خورده این محمد علی نازنین پا شد با همون خونین اینا گرد و خاک شده بود، 4 5 تا 7 8 تا زدن بلند شد گفت از فردا اینجا پیداتون بشه باز همین آش همین کاسه. دمش گرم. این نرمش قهرمانانه نیست؟ واقعا دمش گرم. میگم که اون چی بوده که 7 8 تا رو عاجز کرد. نه خیر کتک خورده بود از اون گفتم. بله. بعدش جمهوری اسلامی هم بشه همین کارو میکنه. این یه جور نرشاد من برای روشن شدن مفهوم نرمش قهرمانانه صحبت کنم. با شما عزیزان خواهیم بود، ادامه خواهیم داد با آقای ناصر محمدی لندن، آقای اردوان روزبه واشنگتن. تا لحظاتی دیگر، تفسیر خبر، ایران فردا، لندن. خب آقای محمدی عزیز، بخش دیگه از صحبت‌های رهبری جمهوری اسلامی و همینطور آقای حسن روحانی ستایش از سپاه پاسداران. بله. و در مورد اقتصاد، اینکه در سیاست دخالت نکنین، این حرفو بارها زدن، عملا خب حالا دخالت میکنین نمیکنین، شما خواهید گفت. اما نکته جالب این هستش که تمام کارشناسای داخلی اقتصادی، اونها که حکومتی نبودن، اعتراضشون این بود که سپاه نقش عمده‌ای در اقتصاد ایران داره. بله. کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران یکی از توصیه کارشناسان اقتصادی بود برای وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی در ایران. آقای حسن روحانی اومده گفته به عنوان یک وظیفه ملی شما حتی بیان معیشت روزمره مردم رو هم سپاه در دست بگیره. همین آقای روحانی که بله بسیاری میگفتن برنامه اقتصادی خیلی شاید هم بهتر نخواهد شد اگر بله ببینید در مورد دست سپاه باشه. بعد من نمیدونم، شما بگید. دو نقش رو اجازه بدین اشاره بکنیم. اشاره کردید به نقش سیاسی، آقای خامنه‌ای فکر کنم شوخی میکنن که سپاه بله آگاهی سیاسی داشته باشد، این که آخه حرف نشد، که رهنمود نشد که هر کسی آگاهی سیاسی باید داشته، اما در سیاست دخالت نکند. دارید دروغ میگی، خیلی به زبان صریح و روشن فارسی آقا دارید دروغ میگی.
چرا میگم داری دروغ میگی؟ شما در 5 ماه پیش در آستانه انتخابات به یاد بیاورید آقای حجت الاسلام سعیدی آمد به زبان شیرین همون روزی که آقای خامنه‌ای گفتش که انتخابات همواره آزاد بوده است، 34 ساله که آزاده، همون روز آقای حجت الاسلام سعیدی گفت ما انتخابات رو مهندسی میکنیم، سپاه اصلا وظیفه ذاتیش چه کاره است؟ ایشون نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه پاسداران، نماینده ایشون در سپاه پاسداران گفت سپاه پاسداران مهندسی انتخابات میکنه و این جزء وظیفه ذاتی سپاه است. علم که آقای خامنه‌ای داره میگه به قول آقای روزبه این برای مصرف داخلی، شوخی دارن میکنن، ولی 4 ماه دیگه خواهند گفت نخیر آقا وظیفتون اینه که در مسائل سیاسی دخالت بکنید، چنان که همواره کردن در 88 کردن در 92 انجام دادن. اما از نظر اقتصادی که میفرمایید، خب یکی از مسائل و مشکلاتی که باعث شد چنین بحرانی در ایران به وجود بیاد اتفاقا دخالت سپاه در ارگانهای اقتصادی است. یه چیزی در حدود 75-80% طرح‌ها و پروژه های دولتی و عمرانی آبادانی در دست این است، به اضافه طرح‌های مانند صنعت نفت و گاز. یه کسی به آدم جواب بده در کجای عالم یک ارگانی که واحد نظامی است، اصلا تخصصش جنگ است و گریز است و پدافند و آفند و غیره، آخه چطور ممکن استش که این بیاد در مسائل اقتصادی دخالت کنه و تازه بگن فرمانده سپاه میگوید 150 هزار نفر رو ما در ارگان خاتم الانبیا داریم، اونجا دارن کار میکنن به واسطه مسائل اقتصادی؟ اصلا کار اینا نیست. خب کار اقتصادی رو باید سپرد به نهادهای اقتصادی و بعد ببینیم همه جا شکست خوردن. خب خودشون که ظرفیت و تخصص اجرایی ندارن، نظامی هن، بنابراین باید چی کار بکنن؟ به شرکت‌های وابسته بدن و فقط کمیسیونش رو بگیرن. آقای فیروزآبادی هم تخصص نظامی داره. آقای فیروزآبادی، نه واقعا، آقای شمخانی یه زمانی فرمانده، یا آقای محسن رضایی که فرمانده سپاه پاسداران بود، چه تخصص نظامی داشتن؟ خب اینا که از همون سپاهیان اول بودن. نه من میپرسم، نه واقعیت اینش که از تو کمیته ها جمع شدن رفتن تو سپاه و خب به ساتو سپاهی تشکیل دادن، یه عده‌شون هم تو جنگ هم بودن. فرض میکنیم که اصلا متخصص جنگ هم، متخصص دفاع و نمیدونم جنگ و غیره، بسیار خوب کارشونه. خب اگه فرمول همین باشه، بله اجازه بفرمایید، اقتصاد چیز دیگری. خب اگه اجازه بفرمایید من یه پرسش دارم اینجا. ببینید اگه وقتی میگیم حکومت اسلامی است، ولی فقیه هست، سپاهیان یک حکومت اسلامی تا اونجایی که من تاریخ اسلام رو میدونم، به هر حال همیشه دستی در اقتصاد داشتن. وقتی می رفتن یه جایی رو می جنگیدن، فتح می کردن، غنایم جنگی مال اونا بود. حالا من نمیخوام کنایه بزنم بگم اومدن ایران رو فتح کردن یا چی، داخل واقعا هم. ولی سپاهیان به هر حال اینو نفهمید، حکومت اسلامی است، میگی ما تمام موازمون اسلامی است، یعنی اگر دست سارق رو می بریم، بله، شریعت اسلامی است. بسیار خوب. سنگسار اگر می کنیم، قوانین اسلامی است. سپاهی ما هم که رفته جنگ برگشته، حق داره درآمدهای مملکت رو جزء غنایم حساب میشه نمیشه. بسیجی اقتصادی هم طبیعیه که بشه. آقای بابک زنجانی اشکال چیه؟ بسیار خوب، پس دیگه هی شکل علمی بهش ندیم، شکل اینو ندیم که آقای روحانی بیاید بگوید شما بیاین وظیفه ملیتونه که کن. نه آقا، میخوایم یه نونی به اینا برسونیم، خب برسونیم، تموم شد رفت. اما میشود هم طرح‌ها رو اجرا کرد، هم پروژه ها رو اجرا کرد، هم پورسانت اینا رو داد. حتی آخر وقتی ما میدانیم، به وضوح میدانیم و میدانند که خود سپاه کاری انجام نمیده، میده به شرکت هایی که باید این کارها رو انجام بدن، فقط یک پورسانتاج میگیره، اونم تو جیب رهبران و فرماندهان سپاه میره. آخه این چه کاریه؟ مگر میشود در هیچ کشوری، جناب چالنگی، در هیچ کشوری در دنیا اگر بگید مثلا ارتش بریتانیا تو 2 تا طرح نظامی مشارکت داره، اونم اون بخش مهندسیش، آدم میتونه بفهمه یعنی چی؟ یا ارتش های دیگر، چنان که در گذشته هم داشتیم، همین الان ارتش ایران بالاخره بخش مهندسی داره 2 تا طرح اجرا میکنه. اما شما بیاین مثلا طرح کشت ایرانی رو بدین سپاه، طرح نمیدونم گاز و نفت رو بدین به سپاه، چیزی که دائما ضرر زده. و آقای روحانی اگر بخواد اینجوری جلو بره، به قول حسن شریعت مداری قرار بود گشایش
اقتصادی بشه، ایشون فقط گزارش اقتصادی رو فعلا داره میده. بله آقای اردوان روزبه، این دعوت سپاه پاسداران به گسترده تر کردن نقش خودش در اقتصاد ایران آیا به سود مردم ایرانه؟ نیست؟ چه وضعیتی داره؟ عرضم به این که اقتصاد هرچه دولتی تر میشه و هرچه وابسته به نهادهای قدرت میشه، وابسته به دولت و مجموع حاکمیت، خطرش برای مردم بیشتره، به جهت اینکه اونها از رانتی استفاده میکنن که مردم عادی در یک شرایط برابر اقتصادی امکان بهره‌مندی ازش ندارن. پس این پر واضح است که هرچه این اقتصاد رانتی و این اقتصاد وابسته به حاکمیت پر قدرت تر باشه، بخش خصوصی بدون وابستگی قطعا ضرر زیان هنگفتی خواهد. از جمله در طول سالهای گذشته وجود بنادر غیر رسمی سپاه در حاشیه خلیج فارس، واردات کالا به طور مستقیم در فرودگاه هایی که با ماشه و هواپیماهای سپاه پاسداران انجام شده که در بخش کاملا اقتصادی عمل کردن، واردات اتومبیل، حضور در مناطق آزاد، همچنین در ساخت و ساز کشور در بخش های زیربنایی نظیر کاری که قرارگاه خاتم داره انجام میده و مواردی از این دست. از یک سو اگر نتایج اینها در طول عملکرد سالیان سالشون نتایج مثبتی باشه، یعنی فرض کنیم که اگر در طول بعد از جنگ که قرارگاه خاتم تشکیل شده برای بازسازی، این نتیجه کارش برای مردم در زمینه اشتغال، در زمینه فعالیت اقتصادی و غیره مثبت باشه، خب شاید بشه گفتش آقا این یک استثناست. اما واقعیت اینه که نتایجش هم مثبت نبوده. بنابر ارزیابی کارنامه‌ای که در این سازمان انجام شده، اشاره مناسبی جناب محمدی کردن، اصولا در بخشی از بدنه سپاه افراد تخصص حرفه‌ای در بخش از کارها ندارن، درنچه کارها به مقاطع کارهایی میسپارن که اینها ممکنه از نظر گرید و سطح کار کرد اونقدر هم بالا نباشن، ولی با استفاده از این رانت این کار رو میگیرن و در نتیجه یه کلبه درویشی هم در نتیجه من معتقدم به هیچ وجه در عرصه اقتصاد هر کاری رو در اتفاقات فعلی من بتونم بگم میشه امیدوار بود و نگاه مثبت بهش داشت، متاسفانه هیچ نوع رویکرد مثبتی به اقتصاد رانتی رو با این صحبت ها کنترل میکنه، که البته عرض کردم میگفتم این اگر 100 قسمت ماجرا بکنیم 99 قسمت معتقدم حضور حتی یک روز بیشتر سپاه در عرصه اقتصادی به این ترتیبی که الان وجود داره خطر و آفتیه که روز به روز افزون میشه. یک بخشش رو میذارم به این حساب که شاید آقای روحانی با این تصور که اگر این دوستان که بر همه بدنه نظام و همه قسمت های کشور در داخل و خارج خصوص دارن رو قرار بگیره خب این یعنی گشتن در بر همون پاشنه های محمدی نیست، این قراره که به سپاه همون باجو داده بشه و به اون یکی به رهبری اینو گفت، به اون بسیجی اونو گفت، میخواد به ازای چی؟ آقای روحانی این همه دربارش گفتن که کاری خواهد کرد کارستان اطرافیانش. ببینید جناب چلنگی، واقعا موزل اقتصادی ایران به این آسونی حل نمیشه. یعنی اگر آقای روحانی بخواهن الان اشاره‌ای که کردن جناب روزبه و به درستی اشاره کردن مانند همیشه، اینکه بخش خصوصی رو تعطیل کرده، اتفاقا آقای مطهری هم همین رو میگوید در مجلس، علی مطهری که سپاه باعث شده که سپاه در واقع رقیب بخش خصوصی است و باعث شده استش که بخش خصوصی از بین بره. خب درست داره میگه، شما وقتی در یک کشوری بخش خصوصی نتوانه فعالیت بکنه و همش دست واحدهای دولتی باشه از جمله سپاه، که اینها دستشون باز باشه بروند کالا وارد کنن، شوخی نیست، 74 میلیارد 70 میلیارد دلار از چین کالا وارد کردن، اینا رو کی انجام میده این کارا رو؟ اینا رو اگر بخش خصوصی انجام میداد، خب میرفت کشورهای بهتری رو پیدا میکرد و بر اساس اصل رقابت اون چه که جنسش بهتر بود و قیمتش ارزون تر بود او برنده میشد. ولی سپاه پاسداران میره برمیداره میاره جنس آشغال چینی رو میده، حتی دوای فاسد توش پیدا میشه، حتی موادی که میارن فاسده و به قیمت هم میفروشن و بعد عرض به خدمت شما، حتی شما حساب بکنید آخه مگر میشود جا نماز هم از چین بردارن وارد بکنن؟ آخه مگه میشه یه همچیزی؟ ولی این کارا رو کردن و اقتصاد رانتیست به قول آقا چادرم چادر پارچه اصلا شما چادر
70 میلیارد دلار در سال، شوخی مگه؟ شما حساب کن، خب حرفی که دارن میزنن درست، شما بخش خصوصی از بین میبرید مگر بخش خصوصی که وابسته باشه. یه گزارش من دیدم که بعد میگو بعد از سپاه ملی مذهبی ها هستن، سپاه این ادعا رو میکند که ما بله میگوید که ما 150 هزار نفر در قرارگاه خاتم الانبیا داریم و داریم فعالیت میکنیم و رقیب ما در اینجا ملی مذهبی ها هستن. من اصلا هم آدم نمیدونه که ملی مذهبی ها ارگان هن، اینا هم سپاهی هن، اینا هم واحد نظامی هن، افراد ملی مذهبی هستن. مثلا مثل وابستگان با آقای ابراهیم یزدی، یا مثلا فرض بفرمایید کدوم یکیشون اینا آقای صادق طباطبایی، اینها این گروه ها به هر حال ممکنه ببینید جناب چلنگی ممکنه یکی دو تا طرحی به اینا داده باشن که البته هنوز بعیده، ولی در مقابل مثلا 2 میلیارد دلاری که به گفته آقای ظریف، به گفته آقای زنگنه بابک زنجانی برداشته و هنوز نداده، اصلا در مقابل اونا هیچه. این چه بحثی دارن میکنن؟ یه آدمی مثل بابک زنجانی رو الان اشاره فرمودید، خب حسابش آخه مگه میشه یه همچی چیزی شده؟ قبل از این مگه نشده؟ شده رو یعنی واقعا مگر میشه رو فقط در جمهوری اسلامی باید بگیم مگه میشه که یک نفری ده ها تر و الان بخواد اجا بانک درست بکنه، از بانک خودش وام بگیره، بعد بالاخره 2 میلیارد دلار وزارت نفت رو هم خورده باشه و نده کسی هم رسیدگی نکنه. خب وضع اقتصاد به این گونه است. بنابراین آقای روحانی واقعا با جنگ بزرگی طرفه. اینجوری نیست. مگر آیا میخواد جنگی بکنه آقای روحانی؟ نمیدونم. خیلی تحلیلگران این امید رو داشتن یا ایجاد کردن بل. یا نشانه هایی دیدن، من نمیدونم که بل. آقای روحانی قصد دارد چنین کند چنان کند. بله، چون وعده هایی که داده بودن، ببینید در جریان انتخابات حتما خاطرتون هست که همه اونها از وضعیت اقتصادی داشتن ایراد میگرفتن، بنابراین انتظار میرفتش که به وضعیت اقتصادی برسن. آقای روحانی هم اشاره کرده بود، ولی اینکه قصد دارن یا نه به نظر من خیلی جاهاش دست خود آقای روحانی هم نیست. خب من یک خبر بدون تفسیر میخونم، این که جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد کشور در اعتراض به عدم دریافت 3 ماه مستمری مقابل ریاست جمهوری تجمع کردند. خبرگزاری فارس هست. صبح بعد 3 ماه مستمریشون رو نگرفتن. این افراد که خود را از صندوق فولاد معرفی کردند خواستار ملاقات با اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و یا نماینده وی برای شنیدن حرفایشان و رسیدگی به مشکلاتشان هستند. 3 ماه مستمریشون نگرفت. کجاست مستمریشون؟ آقای بابک زنجانی گفتن بسیجی اقتصادی هست. بله ایشون گفتن ما بسیجی اقتصادی هست. آقای روزبه عزیز، ببینید خیلی ستایش کردن از سپاه، دلایل لابد خودشو داره، توضیح دادن آقای خامنه‌ای و همینطور آقای روحانی، اما در مورد جنگ ایران و عراق این ارتش ایران نیز بود که نقش اساسی داشت. این نیروی هوایی ایران آنچه که ازش باقی مانده بود بود که بسیار نقش داشت. چرا در آستانه جنگ از اونها قدردانی نمیشه؟ البته این پاسخش خیلی روشنه و خیلی مشخصه که چرا نمی‌شود. اول از این که شما فراموش نکنید که گارد وابسته به حاکمیت و نیروهای وابسته و سرسپرده به حاکمیت و قسم خورده حاکمیت هیچگاه در بعد از انقلاب ارتش نبوده، اگرچه که در رده‌های بالای ارتش تمام این تغییرات به مرور انجام شده و فرماندهان سعی شده که از افراد مکتبی و به حال نزدیک به نوع نگرش و تفکر حاکمیت انتخاب بشه، اما به هر صورت بنابر مش و روشی که در ارتش حاکمه در ارتباط با تمامیت ارضی خاک ایران هیچ وقت نتونسته در اون جایگاه قرار بگیره که سپاه قرار میگیره، چون از نظر تعریف سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مجموعه ایست با هدف احیا و یا حفظ ارزش های انقلابی، در حالی که ارتش خب اینجور نیستش. پر واضح همونجا که شما اشاره میکنید مسئله شجاعت هایی که در نیروی دریایی ارتش انجام وجود داشته، مسئله شجاعت ها و حرکات متحورانه که در
نیروی هوایی ارتش وجود داشته و حتی کاری که در نیروی زمینی انجام شده که سالهای سال در محاق مونده و هیچ وقت تر نشده، دلیل خیلی ساده ای داره، چون اونها افرادی نیستن که فردا بشه روش، من اینجوری تصور میکنم، به عنوان نیروهایی که حاکمیت و انقلاب رو میخوان حمایت بکنن روشون حساب باز کرد. اجازه بدید به یک اطلاع، در واقع به اشاره به سری اطلاعات شخصی خودم بکنم که البته چندان هم دیگه محرمان نیست، چون در اون زمان ما در رادیو یکم کوتاه بفهمیم ممنون میشم روز بشه. خواهش میکنم. در زمانی که درگیری های 88 شد، بخشی از نیروهایی که مربوط به نیروی دریایی ارتش بودن در قرارگاه موسوم به نبی اکرم در منطقه خلیج فارس وقتی حاکم بودن حاضر بودند، بنابر اتفاقاتی در شیراز افتاده بود ما مطلع شدیم نیروها درخواست شده که نیروهای تکاور دریایی بودند برای مبارزه با مردم وارد شیراز بشن و با مردم شیراز برخورد بکنن. ما میدونستیم که وقتی اینها وارد اونجا شدن و هلیبورن شده بودن در نزدیکی شیراز که برن کاملا برای برخورد و قلقم، فرماندهی این نیروها اعلام کرده بود که وظیفه ما برخورد با دشمن خارجی است و حفظ تمامیت خاک و در نتیجه ما با مردم نمیجنگیم. این منتهی به دستگیری تمام اعضای اون گردان اعزامی و در نهایت بعد از آزادی تعداد 16 نفر از فرماندهان اصلی اون که منجر به این شد که در دادگاه بدوی 3 نفر حکم اعدام گرفتن که البته در دادگاه بعدی نقض شد. ولی میخوام بگم این همان نشانه هایی که انقلاب اسلامی هم بهش پایبنده، حاکمیت در ایران هم بهش پایبنده. چرا ما باید از کسانی یاد بکنیم که همیشه ممکن است روزی همراه ما نباشند؟ این طبیعی هستش. اما من فکر میکنم اجازه میخوام در اینجا یک کمی از موضع یک خبرنگار خارج بشم و سعی بکنم اینجوری نگاه بکنم که مردم در نهایت همیشه شجاعت‌های کسانی که دلیرانه برای حفظ خاک و تمامیت ارضی کشوری که درش زندگی میکنن با تمام قد احترام گذاشتن و اگرچه امروز ممکنه در نگاه حاکمیت سپاه پاسداران و مجموعه‌های وابسته به انقلاب اسلامی که در بعد و هم تشکیل شده و بعد شکل گرفته برای اونها اهمیت داره، ولی من هنوز فکر می‌کنم در مردم و در بین مردم بسیار هستن کسانی که به کسانی که برای آب و خاک با تمام جان جنگیدن احترام خواهند گذاشت. 30 ثانیه وقت داریم آقای محمد. بالا اینقدر باید گفتش که مسائل زیاد هستش که ارتش. هر بخشش، ولی ارتش واقعا خب همونجوری که اشاره میکنن اون ارزش و جایگاه خودش رو داره، چنان که اشاره کردن در سرکوب 88 شرکت نکرد، حالا که ما دیدیم سپاه پاسداران و بسیج شرکت کردن و بسیار خاطره تلخی رو در دل مردم به جای گذاشتن، در ذهن مردم. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی گرامی، با آرزوی مجدد برای شفای عزیز شما که عزیز ما نیز هست. ممنون از لطف و خروج توأم با تندرستی ایشون از بیمار. سپاسگزار هستیم آقای اردوان روزبه گرامی. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و الوند کوه و کوهساران دراک، او را بانات و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان مجسته باد.